مسئولان امارات اسلامی طی کنفرانس خبری از جمع‌آوری 82 هزار معتاد در سطح کشور خبر داده می‌گویند که از این میان بیش از 28 هزار تن معتاد به مواد مخدر معالجه گردیده است. مسئولان وزارتخانه امور داخله، صحت عامه و شاروالی در کنفرانس مشترک در کابل گفتند که طی 1.5 سال گذشته 181 کارخانه تولید مواد مخدر، 543 تن مواد مخدر و 1785 هکتار زمین از وجود کوکنار تخریب و پاکسازی شده است. مسئولان امارت اسلامی میگویند که از مجموع 4210 عملیات 5051 تن افراد مظنون دستگیر و 181 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله گفت که در این عملیات 543 تن مواد مخدر ضبط، 1785 هکتار زمین از وجود کوکنار پاککاری و 82000 معتاد از سراسر کشور مشمول 26850 تن در ولایت کابل جمع‌آوری گردیده است. په دې عملیاتو کې 5050 تنه مزنونین چې قاچاقبر او خرڅون کې وداش نور شامل ونیول شوی دي. همدارنګه 101 کارخونی کشف شوی او لمن زبړل شوی دي. پنځه زره درې څلوېښت تنه بېلابېل نشه یي توکي نیول شوی دي. در همین حال دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه گفت همکنون 3.6 میلیون معتاد در کشور موجود بوده که 2.9% آن را زنان و کودکان تشکیل می دهد. به گفته موصوف همکنون در سطح کشور 25000 پرسنل صحی در 60 شفاخانه و مراکز صحی مصروف تداوی معتادین بوده و تاکنون 28564 معتاد معالجه گردیده و 22458 تن آنان تحت معالجه قرار دارد. په 2015 میلادي کال کې د وی سروې په اساس په افغانستان کې بدبختانه چې د 3.6 میلیونه په اندازه معتادین موجود وو چې له جملې 2.9% یې ماشومان او ښځینه او تشکیلو. د عمومي ارقامو څخه تقریبا د 9.8 زره څخه تر 15.8 زره د دغې عمومي مجموعې ښځینه او ماشومان ول. از سوی هم نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل گفت برای پاکسازی و احیای مجدد ساحه پل سوخته پلان منظم از جانب شاروالی کابل ترتیب و در هماهنگی با وزارت صحت عامه و امور داخله تطبیق گردیده است. وی گفت که پاکاری ساحه پل سوخته 25 روز را در بر گرفته که نام این مکان را به نام پل خوشبختی مسمی نموده اند. موږ هلته په دې وتوانیدلو چې اول هغه سیمه د معتادین څخه پاک کړو، پسې چې دا سیمه د معتادین څخه پاک شوله دا سیمه کابل شاروال ته تسلیم شو. موږ تقریبا 15 ورځې هلته کار وکړله چې اوس هم ځینې ډیر داسې جزئي کارونه پاتې دي چې کار ورباندې روان دی. موږ په دې باندې وتوانیدلو چې په دغه 15 ورځو کې تقریبا 350 موټر کثافات چې په هغه سیمه کې موجود ول. گفتنی است که مسئولان وزارت امور داخله میگوید که در جریان یک ماه اخیر 16500 تن معتاد به سطح کشور جمع‌آوری گردیده که از این میان 6000 آن مربوط ولایت کابل میباشد. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.